با سلام خدمت شما و بینندگان خوب برنامه تون در عزیز دلی دل تنگ شده بود براتون ها امیغه از تمام وجودم دارم میگم که الان شما رو دارم روبروی خودم میبینم اصلا در پوست خودم نمیگونم جمعه از کردم شما بشم آدم میگه بعضی وقتا یه فاصله میافته <تصفح> یه فاصله زمانی اون موقع میفهمه که کی تو قلبش واقعا عزیز تره <تصفح> <تصفح> تو برم آقا بریم سراغ دغدغه‌های مردم عزیزمون و گیاهان دارویی که دونم شما دیگه با استاد هستیم تو این ها. زمینه کلا به چه شکلی پیشنهاد میدین که گیاهان داری رو مردم تهیه کنن مصرف کنن آیا مثلا شکل خاصی هستش که بگیم که مثلا این شکلی مصرف کنیم تأثیر گذاریش روی بدن شما بیشتر میشه بله گیاهان داری رو بهترینه که تازه تهیه بشه به شکل پروانه زده شده نباشه خاک نشده باشه پودر نشده باشه اون عطریت و اون رایحه خود اون گیاه مثلا اگه گل محمدیه اون عطر گلاب رو شما ازش استشمام کنید اگر گیاه دیگه مثلا بهار نارنجه شما اون عطر بهار نارنج رو توش ببینین این تازگی گیاه رو نشون میده یکی رنگ خود گیاهه که گل محمدی باید صورتی باشه نمیدونم بهار نارنج باید به زردی بزنه خودش رو اگه تغییر اون رنگ رو دیدین گیاه خوبی استفاده نشده به روش های مختلفی تو دسته های مختلف به سنتی نام بردن برای استفاده یه ساده ترینش دمنوششه دمنوش هم به این صورت باید باشه که این سماور یه آتیشی به فاصله نیم متر به زیر اون قوری بخوره با حرارت خیلی کم بعد با بخار اون آبی که داخل سماوره بدنه قوری گرم بشه پس از زیر یه حرارت مستقیم با شعله کم با فاصله حدود نیم متر که سموبره که مد نظرتون هست قدیم ها من ما. داشتم فکر می‌کردم چه میشه مثلا نیم متر فاصله نمیتونه بعد با سماور با میفته بله بله این بهترین روش درست کردن دم میشه حالا الان آب جوش درست میکنن میریزن یه نیم ساعتی میگذارن آره. باشه باز این هم قابل قبوله ولی اون روش صحیحش اون بوده, اون بوده. که بله با یه فاصله نیم متری خیلی کم بعد بخار آب به بدنه قوری میرسید حالا یه دستمالی چیزی هم قوری میگذاشتن مثل دمکنی که این کاملا دم می اومد. یه روش دیگرش اینه که به صورت جوشانده باید باشه بعده. اگر گل و گیاه بود حتما باید دم نوش بشه اگر ریشه بود و تا ساقه های مقاوم بود ما بشه بله باید خیس بخوره آره. خاصیتش رو به آب بده بعد با اون آب جوشیده بشه بعضی از فصول هست که این گیاه ها گیر نمیمد در گذشته حالا الان بیشتر گیر میاد میمدن با اصل عجینش میکردن مخلوطش میکردن بهش میگفتن معجون در غیر فصلش هم قابل استفاده بوده و بعضی از موقع که آب و مایعات به علت رطوبت هوا، رطوبت زیادی بدن به صلاح بدن نبوده، میومدن به صورت پودر خشک می‌خوردن. مثل قاوت، صفوف بهش میگفتن، یا کفلمه. اون گیاه رو پودر میکردن، مثلا سبزی نعنا رو پودر میکردن، برای نفق و درد معده بعد غذا بیمار بلع میکرد حالا کسی بوده که آب براش زیاد مثلا کلیهش مشکلی داشته یا دیالیزمی بوده که آب باید محدود استفاده بکنه یکی دیگه از روش هایی که ماده مؤثره ما این گیاه رو استخراج میکرده سرکه بوده میومدن به صلاح با سرکه مخلوطش میکردن یه چند زمانی حالا بستگی به اون فرمولش داشته ما تا 25 سال هم داشتیم که یک گیاهی باید تو سرکه بمونه یا تو اصل بمونه که جا بیفته دارسته. مثلا ترشی سیر هفت ساله باید هفت ساله بمونه به همین خاطر بوده که عطاری پدر در پسر بوده می شده که پدر یک معجونی رو درست میکرده دیگه عمر خودش جواب نمیداده پسر استفادهش رو میکرده بیشتر هم بمونه بهتره این سیر ترشیه سیر ترشی یا نه؟ دیگه به سال, سال به اف... دارو شده بعد آها این, آه این الان خیلی میگن دیگه تو خانواده هم هستش میگم آقا سیر ترشی هفت ساله دارم ده. کلی هم کلاس میذارن اصلا سر سفره غذا کنار آب گوشتم گذاشته مهمون هم نشسته میگه ترشی هفت ساله این دارو چرا بهش میگن دارو مگه چه اتفاقی رو رقم قرار بزنه بعد خواستش چیه اینکه... اول اینکه با سرکه نوزش پیدا کرده تمام اون به صلاح موادی که توی این بوده به مرور زمان جذب به اون سرکه شده دیگه بعد از هفت سال شما لهیده می‌بینید آره. اون سرکه رو لهیده می‌بینینش که یکی از بهترین تأثیراتی که داره برای کبد مخصوصا کبد چرب عروق اروغ ماسایقا عروق های ریز کبدی رو باز میکنه گرفتگی عروق رو از بین میبره که این خودش یکی از بهترین هدیه سلامتی به انسان یه بنده خدایی حالا داشت میگفتش که من سیر ترشی گوشته بودم یادم رفته بود اصلا همچین کاری کردم میگه رفتم بعد چندین سال باز کردم دیدم له شده گفتم خرابه انداختم نه تازه دوا شده, شده تازه دوا شده, شده حالا دوستانی هم که تو جمع هستن در بین صدا بردارا کبدشون مشکل داره بدونن که سیر ترشی براشون عالیه حالا شنید یه دسته دیگه از داروها به صورت تقطیر بوده می گیاه رو عرقش رو میکشیدن و این سوال خیلی عام هست که میگن آقا وقتی به انقضاش رسید بندازیمش وقتی من نوشته دو سال تاریخ مصرف آره. داره آره. این انقضای مفیدش تموم شده نه اینکه دیگه اون فاسد شده باشه تأثیر دارویش کمتر شده ولی تا اون موقعی که بوی عرق نعنا میده تا موقعی که بوی گلاب میده شما ازش استفاده کنید یعنی میشه پا میشه استفاده کرد بعد تاریخ انقضای مفیدش تموم شده ولی همچنان تا چه بله. قابل استفاده است بله بعضی وقتا ما میبینیم که مثلا مادر بزرگمون حد یه دونه مثلا میگم اوستو خود دوست میاره بیرون دیگه طعم خاکشیر شیر گرفته اوستو دوست <تصحب> <تصحب> اونو میشه استفاده مثلا گیاهان دارویی تاریخ مصرفشون به چه صورته <تصحب> که همش هم تو قوطی نگه میذاریم تو خونه بله حالا بعضی از گیاه ها شیش ماه مثلا مثل گل مثل پرسیا بشان مفید شش ماهه نهایتش یک ساله بعضی از گیاه ها مثلا مثل سورنجان تا 15 سال 20 سال هم اگه شرایط خوبی باشه مثلا سیاهدانه تا 5 -6 سال ولی باید این نکته ای رو شما مد نظر بگذارین ممکنه یک سال تو انبار اون کشاورز مونده آره یه سال اومده تو بازار مونده یه سال تو مغازه ای ما مونده خودش <applause> دیگه <applause> 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 آره. چیزی ازش نمونده. چیز نمونده. نمونده بله ولی بله تا موقعی که عطر داره تا موقعی پوک نشده این گیاه تا موقعی که پروانه پروانه نشده روش آره. شما میتونی استفاده کنید استفاده کنید این نکته خیلی خوبی بود که به ما آموزش دادین خب حالا یه سوال خیلی ها فکر میکنن که داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی تداخل ندارن میگه حالا داره اینو میخوره اینم کنارش بخور چه ایرادی داره همزمان مصرف کن آیا همچین چیزی درسته این باور درسته یا نه ممکنه هم داشته باشه بله همونطور که داروهای شیمیایی با همدیگه تداخل دارن میتونن تداخل داشته باشن داروهای گیاهی هم با داروی شیمیایی میتونه تداخل داشته باشه و حتما هم منع مصرف داره مثلا کسی داروی رقیق کننده خون مصرف میکنه شیمیایی حالا بیاد به سالا گیاهی هم پوست بیت هم مثلا شروع کنه به خوردن برای رقیق شدن خونش یا مثلا اندابم شروع کنه به رقیق شدن خونش این ممکن خونریزی زیر پوستی بده خودش نمیتونه داروی شیمیاییش رو تغییر بده توش درست. اگر میخواد همزمان بخوره مثلا کسی داروی قند میخوره داروی شیمیایی قند میخوره حالا میخواد بیاد بوقناق هم بخوره یا مثلا یه گیاه دیگه مورینگا هم استفاده بکنه یا دسته های دارویی طب سنتی و نه مفرد یا داروی که برای قند و زیابتیس و اینها مؤثره رو استفاده بکنه یقینا افت قند پیدا میکنه همونقدر که قند بالاش بده افتش بدتر باید اون پزشک متخصص قدردی که براشون اون دوز مصرف داروی شیمیایی رو تعیین کرده ایشون تغییر بده اگر میخواد به صلاح این دارو رو مصرف کنه یا داروی فشار خون کسی داره فشار خون میخوره فشارش از بالا شده تنظیم حالا بیا چای ترش و برگ زیتون هم یا سماق هم اضافه کنه خب یقینا افت فشار بیشتری پیدا میکنه حتما تداخل داره حتما باید مشورت کنم قبلش بلد. خود سرانه نرن دنبال مصرف داروهای گیاه. داروهای گیاهی هم با هم تداخل داره؟ بعضی از داروی هم با هم تداخل دارن بله تو یک وعده نباید مصرف شه درسته حتی تو تغذیه هم ما اینو داریم که تداخل داره مثلا تخم مرغ با ماهی تو یک وعده غذا نباید مصرف شه ماست با لبنیات یا بادام با لبنیات نباید مصرف شه ترش مزه ها یا سرکه و ترشی درسته. با لبنیات ایجاد سمپ کبد میکنه درسته خب متوجه شدیم که بابا با هر چیزی رو باید طبق نظر پزشک پیش بریم وگرنه خدای نکرده ممکنه یه سری عوارضی به وجود بیاد که شاید بعضی هاش هم یه ذره جبران ناپذیر باشه بمشه. حواسمونو رو خیلی جمع کنیم همه دارو ها ممکنه ما هم تداخل داشته باشن شیمیایی با شیمیایی شیمیایی با گیاهی گیاهی با گیاهی و بدون مشورت کاری نکنیم خب دست شما درد نکنم، نگاه قشنگتون حالا بریم سراغ یه سری از عز... عزیزانی که توی استفاده از داروهای گیاهی مصرف بیرویه دارن و نمیدونن که کار خیلی بدیه چه نظری داریم راجع به این عزیزا بله. گروه سنی مثلا خطرش کدومه اگر مثلا من تو گروه سنی مثلا بین سی تا چل سال هم برای من خطرناکتر یا بزرگتر یا کوچکتر یا همه میتونه به حال یه سری عوارز داشته باشه برای بچه ها که حتما این احتیاط لازمه چون هنوز به سن رشد نرسیدن و ممکنه خیلی آسیب های جدی بهشون بزنه و ممکنه که بیماری نهفته داشته باشن که با اون جنب و جوشش خونواده اصلا پی نبرده باشه که بیماری کلیه داره ولی با فعالیت که داره میکنه زندگی روزمرهش رو داره انجام میده حتما بچه ها باید به لحاظ بشن یکم کسانی که سن بالا دارن تو سن بالا هم حالا فرسودگی قلب فرسودگی کبد ضعف های مختلف بدنه که اونجا هم حتما باید لحاظ بشه درسته بس حواسشون دو بچه ها و اونهایی که حالا دیگه رده سنشون به دیگه حالا بزرگسالی رسید و آره دیگه دیگه احتیاط بیشتری, احتیاطی بیشتری بکنن ولی بی, بی مصرف کردن برای همه مزره بسیار عالی خب یکی از دغدغایی که مردم دارن اینه که ما گیاهان دارویی که توی خونه داریم و استفاده می‌کنیم طرز مصرفش یا بهترین نوع طرز مصرفشون به چه شکل باید باشه و اصلا این گیاهان دارویی آیا مثلا میگم حتی های مختلفی که وجود داره این صبوری کردن براشون میزان زمانی که میذاری برای تهیهش آیا همه اینها میتونه تو اثر بخشیه، بیشترش توی بدن ما موثر باشه بله حتما همینجوری که شما اشاره فرمودین بهترین روشش همون دمنوشه اگر خونگی بخوان مصرف کنن یا به صورت عرقیاته به شرط اینکه اون مزاج خودش رو بشناسه یا اگر پیش پزشکی حکیم می رفته مزاج خودش رو تعریف کرده باشه براش درمان به ضد تقویت به عین ولی یه نکته خیلی ظریفی اینجا وجود داره که مثلا یکی که مثلا سوداییه باید دقت کنه ببینه که الان سوداش کمه یا سوداش زیاده صرف این که سوداییه آنتی سودا زود نخوره حالا چه خودش چه کسی که براش پیشنهاد میکنه ممکنه این مزاجی که خدا خلق کرده این فردی که با این مزاج خلق کرده الان کمبود سودا داره ضعف سودا داره آه. باید سودا آور بهش بده تا به تعادل برسه یا این آدم بلغمی تا دیدم مثلا چه رای سفید پف کرده است یه ذره نفق داره بهش آنتی بلغم رو شاید الان بلغمش کم مریض شده تقویت به عین درمان به زید. اگر زیاد بود غیر طبیعی بود بله حتما آنتی, سود، آنتی سودا آنتی بلغم داروهای ضدش که درمانش میکنه رو باید بهش تجویز کنن بدن الان باب شده که هر کی هر جا میره میگه بسابه مشکل رو میگه بلغمت زده بالا اولین چیزی که میشنوه از دکتر اینه شاید اون طرف اصلا نیاز به بلغم داشته باشه تو اون زمان حتماً بله اگه بلغم هست. مزاج بشه خدا اینو اونجوری خلقش کرده درست. برای تعادلش اینه که باید اون بلغم الان اگه کمه بهش اضافه بهش بدن اون سوختش بلغم دیگه سوختش نرسونی به مریض بشه مریض شده. خیلی عمالی یه چند تا نمونه خوب برام مثال بزنین از طرز مصرف یا طرز آماده کردن گیاهان مختلفی که خونه داریم مثلا ممکنه الان به من بگین که آرمان جان مثلا رو این شکلی درست کنی تو خونه بهتره اینجوری مصرف کنی بهتره مثلا میگم چون آ... عرق زیره رو این زمان بخوری بهتره این شکلی بخوری بهتره نکته باحال به با ما یاد بدید اقدم اه... که شما اشاره کردین داری. تمام گیاهان دارویی باید با مصلحاتش مصرف شه درست اصلا اه... علتی که ترکیب ها تو تب زنتی گاهی زیاد میشه یکی از دلایلش این بوده که میخواستن دارو رو قویش کنن چند تا اضافه میشده بهش یه موقعی بوده نه میخواستن اثر قوی اونو کم کنن مثلا دوا گرم بوده این لیوان آب جوشه. آب سرد میریختن توش یه گیاه خنک کنارش میگذاشتن که اون حدت گرماش رو کم کنه گاهی میخواستن که به یه عضو خاصی برسوننش مثلا این دست دوا رو میخوان برای تقویت قلب ببرن میخواستن سرعت بهش بدن میمدن زعفران توش میریختن گل سرخ توش میریختن که این به سرعت بیشتری شونست. به سمت نشاط قلب به صلاح پیدا بکنه گاهی هم بوده به عنوان مسلح بهش اضافه میکردن که آرزه هاشو کم کنه همه اصول قدود که شما اشاره فرمودید حتما باید با مسلحات مصرف بشه داروهایی که در درجه آخر دو یا در درجه سه در درجه چهار هست خیلی احتیاط مصرف داره و هم جز اون داسته داروهای گرم و خشکیه که حتما باید با مصلح مصرف بشه چیه مسلح خونگی دم دستش سکنجبینه اگر اسقوط دوست با سکنجبین مصرف بشه دیگه نیازی به مصلح دیگه ای نداره حالا ممکنه شما یه قاشق اسقط دوست می‌ریزین یه لیمو امانیت که نبات هم می‌اندازین ترش به اضافه شیرین تو طب سنتی میگن سکنجبین حتما نباید یه سکنجبین خاصی باشه 1459 سکنجبین هست ترش به اضافه شیرین میشه سکنجبین اگر اینکه اسقط دوست رو با لیمو امانی و نبات با یه کمی رب انار و نبات مخلوطش بکنین با سرکه و رب انار به هر روشی که ترش و شیرین حالا مثلا آب لیمو نبات هم میشه آب لیمون نباتم سکنجبین آب لیمو نبات هم که نسکنجبین آب گوره و نبات هم آب گوره با اصل هم یک نسکنجبین بله حتی تکنجبین رومانی، تکنجبین اننابی، دست های مختلف زیاد تکنجبین ها یعنی مواد دیگه هم کم کم بهشون اضافه میشن که خواست خاص خواست 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 رو خودش, رو داره خب چند تا دیگه بپرسم این دمنوش نعنایی که خیلی استفاده میشه تقریبا فکر کنم پر استفاده ترین دمنوش خانواده های ایرانی هست بهترین شیوه مصرفش چجوری تهیه کنی؟ بله، یه قاشق مرباخوری از سبزی نعنا رو اگر سبزی تازه بود یه قاشق غذاخوری تو یکونیم لیوان آب بگذارین دم بیاد با یه تیکه خیلی کوچیک نبات و لیمو امانی هم بشه لیمو امانی هم اضافه کنیم هم بشه چرا؟, چرا؟ بله. جذبش بهتره جذبش بهتره جذبش بهتر جذبش بله. چقدر بمونه با چه شعله ای چه درجه ای بمونه بهتر میخوام ببینم اثر فرق میکنه اینکه من یه آب جوش بریزم دو دقیقه بعد بردارم یا اینکه مثلا نه. بمونه نه نه واسه خودش دم بگیره اگر این, این حرارتش خیلی کم باشه اگه اگر حرارت خیلی کم باشه به حدود یه رفت تا 20 دقیقه دم بیاد همون تایمی که شما برای چای میگذارین برای این هم قرار بدین برای سبزی نعنا هم قرارش بدین کافیه ولی اگر اینکه نه حالا شما سرعت تأثیر پذیریش الان بیمار درد داره میکشه آره. میخواد یه ذره عرق نعنا بخوره آره. که به یه ذره جوشونده نعنا بخوره اینو میتونه سریع به جشونتش. از جوشون مصرف کنه ولی اگر اینکه تدریجی دم بیاد تأثیرش به مراتب بهتر یه عده میگن که بابا این گیاهان دارویی که مصرف میکنی اینه که عوارضی نداره که اینه که مشکلی نداره که هر چقدر میخوای مصرف کن نوشی جونت بابا بخو اینه هیچ ضرری نداره درسته؟ نه اصلا اینطور نیستش حتما هم آرزه داره حتی بعضی میگن که آقا ترنجبین رو که به بچه یک ساله زیر یک سال میدن حالا تو بزرگ سالی هم هیچ اتفاقی نمیفته بله. اگر این که نابجا مصرف بشه گیاهان دارویی حتما آثار تخریب خیلی بالایی برای بدن داره مثلا همون ترنجبینی که به بچه یک ساله میدن اگر کسی تب صفرا داشته باشه تب سی و, و به بالا ما دو جور تب چند جور تب داریم حالا دو جور الان مد نظرمونه یکی تب بلغمه که تا 38 38 میاد دیگه بالاتر نمیره و زمان طولانی میمونه تب عفونیه یه تب داریم تب صفراست از 38 و 39 شروع میشه و تا به بالا هم میاد اگه تو تب صفرا، همون ترنجبینی که برای بچه یک ساله تب بره به یه آدم بزرگ بدیم یه لیوانو حتی میتونه بکشتش اگه نابجا مصرف بشه این ترنجبین بله خوبه برای چه موقعی برای موقعی تب تب بلغمه اون کسانی که شک داشتن الان بین 38.5 تا 39 تب بلغمه یا صفراست الان بلغمه نیم ساعت دیگه ممکنه تب صفرا بشه می اومدن با مسلحش بهش می دادن می اومدن با شیرخشت بهش میدادن دادن ترنجبین و شیرخشت رو با هم می یا با ترش مزه ها می می اومدن با آلو می با یه مقدار قرق و می دادن که اگه تب تب صفرا بود اون قرق روت، اون آلو صفرا رو کاهش بده ترنجبین هم کار خودشو بکنه. بسیار یکی اندازه دوا توت به سنتی خیلی مهمه دوز مصرف دوا که این چه اندازه باید باشه یکی هم زمان مصرفش صبح ناشتا باید باشه بعد غذا آمد. باید باشه بسیار اون باور غلطه که داروی گیاهی هیچ آرزه ای نداره خیلی ممنون این که سلامت. این نکته مهم رو به ما گوشت زد کردین برای عزیزانی که حالا هم باردار هستن بعدش به دوران شیردهی برای کودک میرسن برای اونها چه توصیه‌ای داری؟ آیا منع مصرفی برای اونها تو گیاهای خاصی وجود داره بله کسانی که قصد بارداری دارن باید قبل از بارداری یه نکاتی رو حتما رعایت کنن یکی اینکه به دندون پزشک برن الاد دندون خیالشون راحت باشه که تو این نه ماه دردی نمیدونم عفونتی لثه مشکلی نداشته باشه آله. یکی دیگه که خیلی مهمه یا آزمایش انگل بدن که به سال از انگل هم مشکلی نذاشته باشن الان که دستگاه ها حالا خیلی راحت و یه سونوگرافی و اینا میتونه تشخیص بده که این خانوم الان سنگی داره یا سنگ نداره اگه سنگ کلیه داره یا شن داره قبل از اقدام به بارداری خودش رو درمان بکنه تمام داروهایی که قدرت سنگ شکنی دارن میتونه سخت جنین ایجاد کنه جنین رو بکشه تمام داروهایی که انگل رو از بین میبره میتونه جنین رو آسیب بزنه و از بین ببره تمام داروهایی که تو بیهسی مصرف میشه میتونه های خودش رو داشته باشه تو ایام بارداری یه حافظ جنین ما داریم که میوه به و سیبه به هر شکلش ربش، دمنوشش توصیه شده که رب به و سیب رو به عنوان حافظ جنین مصرف کنن بخورن و دارو هم مصرف نکنن درسته بسیار ممنون توضیح از توضیحتون یکی از دغدغه های شاید خود من و خیلی از عزیزان این باشه که ما چه جوری این مواد گیاهی رو نگه داریم که کمتر آسیب ببینن توی خونه مثلا ظرفش چی باشه تو چه دمایی نگهداری بشه تو چه نوری نگهداری بشه شما به ما آموزش بدید سلامت ببینید اگه عرقیات حالا در گذشته ظرفهایی بود به نام پنجی بله. مثل همین بانکه شما رو میز گذاشتین. خوب. پایینش په میمد بالا دهانش باریک بود. و حالا چوب پنبه هم عین هم همین روش میگذاشتن که اگر بخار گازی چیزی جمع کرده آه. ازش خارج بشه و باعث فسادش نشه. دهانه هر چی عرقیا باشه بله. رایحه و عطر بوش بیشتر میمونه آب. خاصیتش بیشتر میمونه تا یه ظرفی باشه که دهانش گشاده باز و بستش میکنن مقدار زیادی هوا داخلش میاد و عطریتش فرارش میپره گردنش باید باریک باشه گردنش باریک باشه لاتبازی در خب اگر اینکه ضد نور باشه مثل همین که حالا میل به سبز میزنه یا قهوه‌ای این رنگ رنگا بهتریه رنگ‌های بهتریه مثلا من دیدم بعضی مثلا حالت بنفش داره بله بعضی سبز اینا رنگ اینا نور میشکنه دیگه بله نور دخالتی نمیکنه. حالا می به اصطلاح اون ظرف نبوده اون رنگ ظرف نبوده که حتما سبز تیره باشه قهوه‌ای ضد نور آفتاب باشه می یکی دو برق روزنامه رو می‌چسبوندن می به با سیریش قدیم می‌چسبوندن به این بطری اون روزنامه باعث میشد که نور کمتر آسیب بزنه. اگر گیاه داریم حتما جای خشک باشه و جای خنک. اگر تو کابینت میگذارین دور از به اصطلاح قسمتایی که به گاز نزدیکه و دماش جوری نباشه که و در ضمن حتما از کیسه های پارچه‌ای تو خونه استفاده کنین. الان خب دستور به اینه که تو کیسه های نایلون ها بدن. ولی قدیم تو پاکت بود هوا رد و بدل میشد بهتر ولی الان حالا تو مشمه های های نایلونی تلفن و اینجور چیزا بسته بندی میشه اگر مقدار زیادی بود که میخواین نگهش دارین چند وقت حتما تو کیسه پارچه ای نگهش دارین و جایی هم باشه که نور نبینه بسیار عالی اگر مثل... نیاز به یخچال هم داره مثل شیرخشت مثل حالا این برگای آلو ایورا که الان برای بعد زیاد مصرف میشه و چیزهایی که مثل ربها ها باشه تو یخچال نگهداری این تاثیرش به مراتب بالاتره عالی دستتون در نکنه خب من اومدم یه گیاه دارویی رو مصرف کردم حالا نمیدونم اصلا چرا مثلا این علائم در من به وجود اومده ولی علائم شبیه علائم مسمومیته از کجا بفهمیم که مثلا ما دچار مسمومیت گیاه شدیم گیاه دارویی داروی گیاهی داروی فرق نمیکنه آیا علائم خاصی به نشون میده چجوری باید این برای هشدار تو ذهنمون فعال بشه باشه بله اولین واکنش که نشون میده تو مسمومیت اسهال و استفراغ و حالت تهوع دومیش حالت های که باید نشون میده که رو به مسمومیت رفته بعد هم خارش های جلدی خودش رو نشون میده با علائم کهیر یه مقدار میخارونن جای خارشش برجسته میشه حالا بهترین روشش اگر شرایط قی کردن باشه حتی تو اورژانس هم استفاده از مقیات میکنن قی آورها میکنن یه کمی آب و نمک رو قرقره کنه بخوره تحریک کنه گلوش رو خارج کنه باز قی کردن هم برای همه مناسب نیست کسایی که لاغر هستن شونه باریکی دارن گردنهای بلندی دارن اینا تو قی حتما حالت خفگی بهشون دست میده و امکان داره که اون حالت هم ایجاد بشه تو خفگی براشون حتما باید چشم بسته باشه که در اون حالتی که داره بر میگردونه فشار به موری چشم نیاد ارزم به حضورتون این که و خوردن یه مسل مسلم خیلی میتونه بکنه اگه قسمت بالا باشه تخلیه شده اگه پایین تر رفته باشه که با یک مسهل تخلیهش کنن میخوام خب برم سراغ گیاهان داروی خطرناک اونهایی که باید خیلی حواسمون جمع شد آیا هستن که گیاهانی که شما بگین که ببین اینو بیشتر از این مصرف نکنی یا این خطرناک ها، این مسمومت میکنه حواست رو این جمع کن داریم همچین چیزهایی تو گیاهان داروی تو گیاهان داروی دم دست هم داریم متاسفانه که نابجا هم گاهی مصرف میشه مثلا یکیش سیاه دانه است خب سیاه دونه در درجه سوم گرم خشکه حالا خیلی هم بیشتر میدونن در اوایل چهارم میدونن یا در اصر ما در اوایل چهارم میدونن چون زمین رفته وارد مرحله ای شده که کوه های قطب داره آب میشه دیدین دیگه تو تلویزیون برنامه کوه آب شدن یخها آب دارن میشن این نشون میده که زمین از داخل حرارتش رفته بالاتر هر گیاه گرمی که در گذشته یک درجه ای داشته الان شما یه درجه بالاتر ببینینش سیاه دانر رو درجه چهار ببینین اون مصلحات اون رعایت هایی که برای گیاه درجه چهار باید باشه مثلا همین سیاه دانر رو اگر کسی که گرم مزاج باشه بخوره ورم حلق میگیره حالا تو بهش خنناق میگن یا تپش قلب میگیره حرارت قلب میره می بالاتر مزاجی قلب گرم و خشکه اینم یه گیاه درجه بالای گرم و خشکه میتونه تپش قلب زیادی واسه آدم صفراوی ایجاد بکنه که حتی با خطرات جدی روبرو روبه بشه سیاه‌دانه همون که خواست عجیب و غریب داره همون هم داره اگه نابجا مصرف بشه مزقه مصلحش چیه خوب. حتما تو سرکه خیسونده بشه از قدیم رسم بود سیاه‌دانه رو به عنوان ادویه ترشی تو ترشی میریختن. حالا با استفاده میکردن وقتی توی ترشی تو سرکه خیس میخورده یا با اصل ترکیب بشه یا بعدش کمی کتیرا رو تو آب حل میکنن این همین ژلی که بچه ها به مو میزنن بله. یه مقداری از این کتیرا رو میخورن آسیب هایی که به چربی های لطیف میخواد سیاهدانه بزنه اون کتیرا مانع میشه بسیار عالی میخوام یه سوالی بپرسم که خانم های خونه دار و حتی آقایون خونه دار من دعا میکنم بهترین شیوه خوش کردن حالا گیاهان مختلفی که استفاده میکنیم بله. توی توی منازلمون به چه صورت باشه بهتره حالا هم گیاهان دارویی رو بله. الان بهار و تابستان گیاهی بهاری و تابستانی و دمن <applause> بله به هم سبزیجات بله حالا به قول ما مازاد همه چی بله اینه که بعد از شستشو حتما با آب سرد شستشو بشه و حتما این مقدار سرکه به موقع شستن اضافه کنین بهش نمک و سرکه اضافه کنین بعد از اون آبکشی همش هم با آب سرد اگه با آب گرم باشه خواستش رو میگیره به خودش آب گرم و ضعیفش میکنه بعد از اینکه آبکشش کردین اون آبهای اضافهش بعد از شستش رو چکیده شد این رو رو پارچه ولو میکنن یا جوری ولوش میکنن که از همه طرف باد بهش بخوره هوا بهش بخوره اگر باشه تو سایه خیلی بهتر از تو آفتابه یه پنکه رو کنارش بگذارین سریع هم خشک میشه به به دست شما در نکنه یه سوال دیگه هم بپرسم بازم من دعا کنم ان شاء الله دوستای عزیز تو خونه میخوام می بدونم که این روغنای خوراکی که میگیریم استفاده میکنیم روغن کنجد روغن زیتون و روغن هایی که در طب ما وجود داره چجوری اینا رو نگهداری کنیم که مدت زمان بیشتری بتونیم ازشون استفاده کنیم اگر روغن حیوانی به استفاده میشه کره و روغن های حیوانی حتما تو یخچال باشه ارزم به حضورتونی که اگه روغن زیتون روغن کنجت روغن های دیگه که برای خوردن استفاده میشه باز اینم اگه بشه تو شیشه ضد نور باشه بهتر وگرنه که جای خشک و خنک نگهش دارین بیرون یخچال تو کابینت باشه بله اگه ظرف هم شیشه باشه خیلی بهتر از این ظرف پته بسیار عالی چه دمایی برای پخت و پز مناسبه از اینو استفاده میکنیم ما روغن ده. کنجد برای پخت و پز استفاده میکنیم ما روغن ایوانی استفاده میکنیم دمای باید به چه شکل باشه ببینید دمایی که برای سرخ کردن گفته شده اگر روغن دنبه گوسفند باشه آه. حالا دو دمای مقدار بالا هم مقاومه آسیب کمتری میبینه ولی اگر با روغن کنجد میخوان سرخش بکنن با حداقل دما باشه بعد تو یه زیر قابلمه ای هم زیرش بگذارن که شعله پخش بشه روغن به قول خودمون نسوزه بله. اگه روغن دود کرد دیگه خواصش از بین رفته دیگه تا سمی هم شده نباید بذاریم به مرحله اصلا به مرحله داغ آنچنانی آره. نرسه که دود کنه داره بخار میشه و از بین بله. بله. میره بله. اون خ... اگه خواصش بله. هم درست بله با حوصله دود سرخ کنیم سرخ کنه به خرج ما دمنوش درست میکنیم جوشونده درست میکنیم میخوام بدم به شوهرم بخوره از دست منم خوشحال باشه و کلی منو دعا کنه ولی شوهر من اون موقعی که باید برگرده خونه بر نمیگرده مثلا چه چهار ساعت بعد میاد آیا اون جوشونده همچنان مفیده اون دمنوش همچنان مفیده میشه ازش استفاده کرد دمنوش اگه صافش کرده باشین حالا تا یه روز دو روزم ما دیدیم که خراب نمیشه خراب نمیشه تو یه یکی نوز. دو روز هم خراب نمیشه ولی هرچی تازه تر مصرف بشه زودتر بیان خونه دم نوش رو بخورن بهتر آیا خواصش تغییر میکنه به مرور یا نه اگر صاف شده باشه جذب گیاه نشه چون اگر خب. زیاد اون گیاه داخلش بمونه بعد از دم کشیدن برمیگرده به خود همون گیاه چون اون گیاه خورده نمیشه صاف میکنن میریزن دور اون دمنوشه ضعیف شده صاف شدهش اگر خب زود مصرف شه بهتر اگه نه تا یه روز دو روز هم خراب نمیشه توی یخچال خراب نمیشه آها میشه پس اون شکلی بهتر استفاده کرد خب خدمتون بگم که مطالعاته آیا مثلا بالینی انجام شده راجع به تداخل گیاهان دارویی و شیمیایی که بگن آقا مردم این دوتا رو با هم نخورینا مثلا خربوز اصل و مثلا چه می‌دونیم ما میگیم تو خوراکی با هم نخورین همچین چیزهایی داریم که به گوش مردم رسیده باشه همچین پژوهش‌هایی داریم آیا دکتر شمس یه کتاب دارونامه دارن که با تیمشون این کتاب رو تعلیف کردن کتاب فوقلاده ایه تو داروهای گیاهی و مفردات و هم تراکیب هم مفردات اگر اینکه تهیه بکنن کسانی که با تپ سر کار دارن این کتاب رو داشته باشن فوقلاده است این کتاب و در ضمن هر دارویی که مجوز تولید میگیره موظفه من مصرف و تداخل ها و آرزه ها رو تو بروشورش بیاره هر دارویی که شما تهیه میکنین یه صفحه بروشور داره اونو بخونیم مطالعه کنیم مطالعه کنیم من مصرفش رو و تداخلش رو و احتیاطهاش رو اون تو توضیح داده بسیار هم